آقا خوب بگم برات یه تست قشنگ ببین تست توی بحث کاربرد مشتقه ولی من اصلا کاری با کاربرد مشتقش ندارم خوب گوش کن ببین چه جوری حل بکنیم یه چیز بگم بعد بریم آقا اگر در مسئله شما ریشه مضاعف پیدا کنید ریشه مضاعف یا تکراری مکرر بهش میگن چی میشه اونجا نمودار تو میاد میخوره به محور ایکس مماس میشه میره ماسیده میشه به محور ایکس ها ایکس رو قطع نمیکنه اگر ریشه منفرد رو تک پیدا کردی اونجا محور ایکس رو قطع میکنه و رد میکنه و میره حله حالا ببین تست چی گفته گفته منحنی تابع این به ازای چه مقدار ام بر محور ایکس ها مماس است من منحنی رو میام یه ذره دستکاری میکنم چه جوری میام میگم آقا وای برابر است با x 2 منهای ام mx به اضافه چهار در این رو باز کنید دو تا عدد که جمعشون بشه منهای یک ضربشون بشه منهای دو x منهای دو و x به اضافه یک خب باشه میگم کاب یعنی چیه؟ ببینین الان ریشش منهای یکه اینم ریشش دوه بیا منطقی حرف بزنیم باشه من عاشق منطقتم بگو به من میگه اگر قرار باشه این مسئله ریشه مضاعف داشته باشه خب ریشه هم یکیش منهای یکی یکیش دو پس این هم باید ریشه تکراری داشته باشه یعنی چی ریشه تکراری من میدونم یکی از ریشه هام منهای یکه. اوکی پس باید این اگر قرار باشه مسئله ریشه تکراری داشته باشه این هم ریشهش منهای یک باشه من میام منهای یک رو میذارم در این مسئله منهای یک به توان دو یک منهای یک در منهای ام به علاوه ام به علاوه چهار باید بشود صفر در نتیجه اینجا ام در میاد منهای پنج اوکی یه بارم میگم کاویانی جون دلم ببین این یکی ریشه دوه درسته آره آقا حالا شاید دو ریشه تکراری باشه یعنی یه دونه ریشه دو اینجا دارم اینم یه دونه ریشه دو بده ریشه دو بدهد یعنی اگر دو را بذارم صفرش میکند میام دو میذارم توش دو به توان دو چهار منهای دو ام به علاوه چهار برابر با صفر اینجا ام در میاد چهار قبوله ستوب آقا کاویانی جون دلم راستی من الان بیشتر فکر کردم دیدم که شاید اصلا اینا ریشه های تکراریش نباشن شاید خودش ریشه تکراری داشته باشه معادله درجه دو اگر قرار باشه ریشه تکراری بده باید دلتاش برابر با صفر باشه مرسی بیا دلتا رم هم یه بار برابر با صفر بگیر ببین چی میشه دلتا برابر با صفر دلتا بی دو میشه ام دو منهای چهار تا آ که یک در سی در نتیجه M دو میشه شونزده ام میشه مثبت چهار و یا منهای چهار تموم شد فعلا